سلام دوستان گرامی، به یک از درس دیگر از سری درس های آر خوش آمدید. درس 16 هم است. از این درس می خواهیم همراه شما موضوع فانکشن را در آر کور کنیم. بعضی خاطر شما ما همیشه لینک از صفحه را در کومنت ویدیو هم میگذارم، چون به اساس از این پیش میریم، اساس کرکولمش و امروز فانکشن هسته. برای از اینکه بفهمیم فانکشن چی هستن میرم به آر. خب شما وقتی که فکر میکنین در مجموع ما که در آر کار میکنیم، آر چی کار میکنه؟ یعنی آر مجموعی از لایبرری هاست، مجموعی از پکیج هاست که داخلش فانکشن ها هستن. مثلا یک از نمونه ما حالا میخواییم که روی رستر کار کنیم، روی رستر کار کنیم، پکیج رستر رو باید وارد کنیم. رستر پکیج مثلا اول از من استال شده است، لایبرری رستر. رستر وقتی لایبرری میکنیم اتومات آمد، یعنی بعضی مفهوم است که خود از چی هستن. یک پکیج هستن، ما کنترل چی را فانکشن اف یک میزنم، معلومات جمعه و تمام چی هستن، تمام معلومات زیده در بخش هلپ نمایش داده میشه که مثلا به اساس چی ساخته شدن و دیگه چی کارا میکنن. و ما شما میتونیم فانکشن هایی که داخل رستر هستن، من مطمئن نیستم get package functions، ما میتونیم ls و با علامه فکر میکنیم به شکل package مساوی بودن یا هر چیز دیگر رستر دقیق بده من یادم، به این شکل الیس لیست کنین، پکیج مساوی به رستر. حالا ما میبینیم که داخل از پکیجی که ما به نام رستر هسته به اندازه فانکشن هسته. فانکشنی که زیادتر استفاده میشن، البته با تمام زیر ما استفاده نمیکنیم، نظر به نیاز خود استفاده میکنیم. معمول یک فانکشن از که استفاده میشه برای وارد کردنی چه هستن؟ رستر هستن. مثلا تنها رستر بخوایی یک رستر رو وارد کنیم، اول میریم تا اینجا، مثلا بگیم که import رستر فایل، ما میریم یک رستر رو وارد میکنیم به نام مثلا بگیم لندسد اشت دیتا، فقط میریم یک بنچ وارد میکنیم. بنچ وارد کنیم باید ما از یک فانکشن استفاده کنیم. در حقیقت اینجاست که نام فانکشن میگه. کدام فانکشن هست؟ رستر. شما باید پیش از پیش بفهمید نشان میده که در پکیج رستر هستن، این خودشان فانکشن هستن و در جای هستن رستر. حالا میریم دیتای ما کجا هستن، ما میریم دسکتاپ، ما دیتا رو گذاشتیم در داخل فانکشن، آدرس از اینجا میگیریم، میریم در اینجا وارد میکنیم، میگیم که چی هستن به این شکل، و شما باید بک سلاش و نوعیت فوروارد سلاش تبدیل کنین که قبول کنن. آر معمول بک سلاش قبول نمیکنن و باید فوروارد سلاش باشه. خب حالا که آدرس فولدر رو دادین، باید نام فایل بدین. ما بند یک میگیریم، بند یک کپی میکنیم نامش رو، کنترل سی کپی کردم و ببینیم که پسوند چی هستن. یک پسوند جالب تیف هستن به نام .tif، نامشو میگذاریم .tif، اگر نگذارن کار نمیده. ببینین حالا در حقیقت ما رستر خود لندسد اشت اینجا چی کردیم؟ وارد کردیم. این دیتاش به شکل نمایش داده میشه، مثلا چیزای دیگه هست، ولی اگه خواستن شما میتونین ببینین پلات کنید، پلات لندسد اشت اینجا باید بیا ببینیم که بسیار کوچیک بر ما چه کردن، پلات کردن. فکر میکنم ما پلات از رو تقسیم کردن یک فانکشن، حالا نیاز نیست یاد بگیریم. ببخشید
می فانکشنش از یادم رفته به هر صورتش. حالا می بینیم که چی هستن. می بینیم مسیج کنم این پار ام اف رو به یه شکل به چه شکل می نوشتیم. ام اف رو سی یک یک سیو دو فکر میکنم پار ام اف رو مساوی سی یک یک. حالا سعی شد پلات کنیم ببینیم. من پیشتر چون پلات خود به دو ساحت تقسیم کردم نه. با وجود که به یک ساحت تقسیم کردم حالا به شکل است. این نیاز نیست شما یاد بگیرین. این فقط اینجا پلات ما رو به یک ساحت دو ساحت. مثلا دو دور پلات داشته باشیم یک دانه فلان یک تا کرد. خب دیتا رو آوردیم. حالا منظور این است که ما از فانکشن استفاده کردیم. شما اگه این انتخاب کنین کنترل انتر بزنین این فانکشن برای شما چی میشه؟ نمایش داده میشه. در حقیقت فانکشن به چی معلومات داره؟ اینا به چی ساخته شده؟ شاید برای شما اینجا جنگ جالی معلوم شده. ولی یک کسی گرفته مثل ما و شما وری این نوشته. یعنی در حقیقت کار کرده روش که مثلا به چی شکل و چی چیزا مثلا داخل ازی هستن. میره مثلا معلومات شو کنترل فانکشن اف یک میزنیم ببینیم معلوماتش اینجا هستن رستر این در حقیقت فانکشن هستن. یعنی ما پکیج داریم مثلا اگه بخواید با رستر رو کار کنین پکیج رستره. مثلا اگه با وکتر بگیرین کار کنین اینجا باید نیاز دارن پکیج آر جی دال بیارین. این رو باید یک کس بر شما بگه یا شما از کتاب یاد بگیرین. خیلی وارنینگ هستن و در داخل از این شاید مثلا ده های پانزده یا بیست یا کمتر زیادتر فانکشن وجود داشته باشه. فانکشن این چندین آرگومنت هست. این موضوع درس امروزی ماست. مثلا اما هزار جایی که استفاده میکنیم این فانکشن هست. یعنی از پکیج هایی که پیش از پیش ساخته شده کسای دیگه داخل از فانکشن ساختن که به هدف یک کار انجام بدن. حالا این معلومات هست که شما خونده میتونین خود استرکچری که ما خود ما اگه فانکشن جور کنیم در حقیقت اگه ما مثلا چی نداشته باشیم فانکشن پیش از پیش ساخته شده نداشته باشیم. یعنی در مجموع از این روزا هم که هستن خیلی پکیج های جدید میان. ما شما اگه بخوایم بر دیتای خود فانکشن بسازیم چه رقم کار میکنیم و یک هدف اصلی از آر و برنامه کد نویسی ای است که شما بتونین کار کنین. اگه قرار باشه یک کار مثلا 100 دفعه شما کپی کنین یا یک اپریشن 100 دفعه انجام بدین شما رو میتونین با فانکشن انجام بدین. بگذارین کامپیوتر برای شما انجام بده. شما اگر جای یک مثلا 100 دفعه کار انجام بدین خیلی مثلا اول که اکوریسی پایین می امکان داره شما اشتباه کنین در جریان و دوم دیگه مثلا وقت و حوصله و چیز دیگه نداره. به این خاطر است که برنامه کامپیوتر یا در مجموعه برنامه نویسی در کمک شما میاد. خب فانکشن که وقتی می نویسیم چند بخش بزرگ داره. خب این رو با استفاده از نام فانکشن ایجاد میکنه ولی نام دارن اینجا آرگومنت داره که در بین دو قوس مثلا پرانتیز باز میکنیم و قوس دو قوسی که اینجا میبینین یه چی هستن قوس کرلی برکت یا قوس های منحنی نمیفهم اینا هستن. وقتی باز میکنن در داخل از اینجا اینجا بادی زیر نوشته میکنن. در حقیقت نام فانکشن در یاد شما باشه آرگومنت هسته و فانکشن بادی هستن که میگم که مثلا نامش چی باشه که پس اون بتونیم پیدا کنیم و آرگومنتش مثلا چند تا آرگومنت داشته باشه و در مجموع چه قسم باشه. یعنی در حقیقت فانکشنی که داخلش ما ایجاد میکنیم چه رقم باشه. خب شروع میکنیم. حالا مثلا اینجا بعض معلومات داده که مثلا شما اگه str بزنین برای شما نشان میده که خودش مثلا چه نوع فانکشن هستن و در مجموع جنرال فانکشن فانکشن هایی که مثلا ما استفاده میکنیم مثل که ما پیش ندفعه برای شما سی بایند آر بایند اینو چیزای دیگر در چی بدن مثلا سی بایند در بخش دیتا بدن. مثلا اگر شما این را انتخاب کنین و کنترل انتر بزنین برای شما اینجا دسترکچرش نشان بده که به چه شکل است بعض معلومات چیزای دیگر نشان میده. در حقیقت فانکشن هایی است که پیش از پیش تعریف شده. و یا مثلا شما میتونید که مثلا فانکشن های مثل df مثلا different که اینجا استفاده کنه به عنوان نمونه برای چی استفاده کنه برای time series مثلا میرم کپی میکنیم دیتا را دیتا های نمونه را مثلا میرم بگیم که
سامپل دیتا. اینجا میریم اولین کار که میکنه set dot seed مثلا seed است. مثلا دیر ما اینجا اجاد میکنیم که شما بفهمید set dot seed چکار میکنه؟ یک نمبر شما میتونید مثلا 2020 نوشته کنه. یکی هستن اگر بعد از یک شما روی مثلا random number generation کار کنین، هر دفعه شما رن کنین این random number یک قسمه. اگر این set dot seed نباشه هر دفعه شما رن میکنین random number مختلف میان. خب یه انتر میکنیم کار نمیکنیم، فقط خلاص وقتی شما اگر رندوم دیتا جنریت کنین یعنی در حقیقت بعد از اون دیتا شما یکسان میه. شما شاید ال کانفیوز شده باشین نفهمین که چی هست در رندوم دیتا. شما مثلا وقت نیاز میشه بعضی هم خود دیتا رندوم ایجاد میکنن، زیاد مهم نیست ولی نیازی از این در بعضی اپریشن ها میشه. فقط امیر بفهمین که چیکار میکنه که در صورت مثلا شما رندوم دیتا ایجاد کنین در حقیقت هر دفعه چی نمیان، یعنی مختلف نمیان. مثلا ما اگر حالا آر نورم که یک فنکشن هست نورمال دیستریبیوشن میگه برای ما یک رندوم نمبر بده به تعداد 1000 دانه چی باشه؟ رندوم باشه. حالا ریزی میسادیم تا اینجا میاییم ببینین برای ما اینه 1000 اینجا چی داده؟ 996 قدر از حساب کنه شما چی میشه؟ یک دو خود از این 96 یک دو سه چهار هزار میشه. اولین عددی که ما اینجا داریم چند هستن؟ صفر اشار سی هفت شش. شما اگر دلیت کنین مثلا از اینجا ما دیتایی که بر ما اصان چیده اوتومات در اینجا میایه ایر پس میکنیم مثلا اکس اینجا آمده. اگر شما ایر دلیت کنین در حقیقت دیگه اکس ندارین، اکس نیسته. شما دوباره اگر برین بگین که x بزن ببینین که اعداد چند است، به جای که اول سعی کنیم ما چیز آخری سعی میکنیم صفر اشاره دو صفر اشت هستن. بعدن انتر میکنیم دوباره باز میبینیم این دفعه ببین ای تمام اعدادش مختلف هست، یعنی رندوم هستن. صفر اشاره پنج هشت هستن و بازم اگه در صورت باز دوباره اجرا کنیم در این دفعه ببینیم رندوم نمبر یعنی منفی چند هستن. ببینید هر دفعه ما چون سید نداریم هر دفعه که ما رن میکنیم بر ما یک ولی مختلف میده. اگر شما مثلا سید داشته باشید توقع میره که مثلا وقت شما رن میکنین این دفعه x رن میکنین ببینید minus 0.92. باز اگر دوباره رن کنین باشید بالایی رن کنین اوکی اعداد مختلف بر ما دادن ولی صفر اشاره پنج. خب هدف سید داد سید که هسته همیشه یاسته که به هر دوری که شما انجام میدین کوشش میکنه که مثلا اعداد یعنی مختلف نیارن. با وجودی که من اینجا رن کردم حالا ما دلیلش نمیفهمم به خاطر از این که باید ببینیم چه اتفاق افتاده. شما مثلا آر همیشه بعضی اوقات میشه مثلا ایرور چیز دیگه بین، ولی هدف از این هستن که هر دفعه شما رن میکنین در حقیقت یک نوع چی بیتن یعنی ولیو بیتن بر شما. خب مهمی هستن که حالا ما اگر در صورت چی بریم در صورت که مثلا ما از فانکشن های از قبل از تعریف قبل از قبل تعریف شده استفاده کنیم مثل مثلا different. در صورت ما اگر دیتا داشته باشیم مثل x norm یا در جای از فانکشن بعدن فانکشن دیگر مثلا cumulative sum استفاده کنیم که جمع مجموعیشون روش استفاده میشه میتونید استفاده کنیم و بعدن روی ازی مثلا فانکشن قبل از قبل استفاده شده جور شده را مثلا شما میتونید استفاده کنید به نام چی هستن لگ دیفرنس مثلا دیفرنس یه کنترل انتر کنید ببینین بر شما چی شدن انجام شدن. برای زیک سعی بفهمین من اینجا اگه اکس دیگه خودم تعریف میکنم شما چی نشن مثلا اکس شما باشه یک دو سه چهار و شما میخواین از چی هستن؟ از خود x مثلا با استفاده از فانکشن different
دینی در حقیقت دیفرنس بگیرین ریزی برین اکس حالا انتر میکنیم ببینین برای ما چی کردن برای ما منفی کردن مثلا چی هستن در حقیقت دو منفی یک یک سه منفی دو یک چهار منفی سه یک مثلا شما اگه آخری رو 20 داشته باشین مثلا این باشه 20 یه باشه مثلا 69 یه دیگه شم باشه مثلا 80 این دفعه مثلا اگه دیفرنس بگیرین ما پرین کنین ببینین اعداد مختلف میده مثلا 20 منفی 1 19 مثلا 62 منفی 20 به می شکل پیش بره یعنی البته شما خود مفهوم دیفرنت بفهمین این در حقیقت یک فانکشن هست یک برفت چطور کار میتن اگه یاد نگرفتن هم مهم نیستن حالا میتونیم مثلا باز یعنی پار امفرو چی کردن استفاده کردن که صاحب پلات ما رو در چند بخش تقسیم کنن مثلا میریم دو بخش مثلا یک چه هستن یک کالم و نه یک رو و دو کالم ایش بر رو هستن ایش فکر میکنیم کالم هستن حالا مثلا دیتای تایم سیریز رو برای ما پلات میکنن البته چی شده نشان میدادن مثلا اگر ما بعد پس بریم بخاطر که شما باید بفهمید من این کار انجام دادم مثلا ما اگر اکس داشته باشیم کامیلیتیف سمشو بگیریم دیفرنت باز در اینجا پلات کنیم ببینیم به شکل پلات میشه بعدیش به شکل پلات میشه این هسته که برفرض ما در روی یعنی تی ایس ما هسته کامیلیتیف سم که ما مثلا پلات کردیم به شکل لینیر تایپش ال هستن لینیر پلات استفاده کردیم تی ایس و تایپ مثلا لینیر اوتومات اینجا آمدن مثلا شما میتونید دوباره ایر انجام بیتونید اینجا آمد و پلات مثلا میتونید یک فانکشن در داخل پلات استفاده کنید تی ایس ما رو گرفتیم دیفر میگیریم نویت چه لین پلات میکنن به این شکل میدن یعنی در حقیقت چی میکنن دمو اعداد عددی دومی را از اولی منفی میکنه سی دومی را از اون منفی میکنه که به شکل بفهمین و هدف از این چیزی بود برای شما چه نشان دادن از این که چطور میتونه از فانکشن های قبل آماده شده استفاده کنه دیگه کدام هدف خاص نداشت شما را اگر در صورت معمول نفهمیدین که اینجا چه اتفاق افتاد مهم نه مثلا شما فهمیدین که مثلا این دیفرنت کسته مثلا دیف کستن از فانکشن از پکیج بیس هستن همراه آر یک جای میدن و به چه شکل استفاده میشن در حقیقت فانکشن قبل از قبل آماده شده رو استفاده کرده شما مثلا نمونه های مختلفی از فانکشن هستن مثلا لینکت استفاده میکنن مثلا خود شکل چی هستن فانکشن هستن میتونید مثلا بگن که لینکت چی هستن x هستن لینکت x ما چون 1000 گفتیم باید اگر ما شما اینجا استفاده میکنن باید بر ما چی بتن length 1000 میگم x برای ما ببینید 1000 چی میکنم این فانکشن قبل از آماده شده از قبل آماده شده هستن شما اگر تعداد رو رو بخواید بفهمین میتونین از فانکشن قبل استفاده شده به این شکل و به شکل دیگه استفاده کنید مثلا اگر دیتا فریم داشته باشیم مثلا میتونین که n رو فعلا ما دیتا فریم نداریم چون اگر بگذاریم یک دیتا فریم دیگه این شما وارد کنم به شکل دیتا فریم کارس امی import example data df car یکی هستن در خود R موجود هستن دیتایش مثلا آل ما اینجا میتونیم که ریزی کلیک کنیم بدون کلام دارن نفهم چند تا رو داره 50 تا رو داره یکی speed هست یکی نفهم dist هست که من نفهم چه هستن ولی بر ما چه هستن دیتا فریم هستن حالا شما اگه بخواید که چند تا رو داره میتونن سی ده نمبر آف روز اگر شما یه بسنگ کنین این رو دی اف پینجا دانه البته به شکلی که اینجا تا چی هم سنگ کنین میتونن ببینن از لینکت ولی متوجه باشن که لینکت کس تا برای ویکتور کار میتونن که یک قسم باشن مثل اکس دیتا فریم کار نمیتونن مثلا شما اگر استفاده کنین لینکت دی اف فقط دو کالم نشون داده
یعنی دو چیز داره، دو هستن به مخاطر. حالا اگر شما باید اندکس کنین، اندکس کنیم در داخل از وارد چون پیش از ما درس قبلی شما درس دادم که چطور میتونن اندکس کنین دیتا فریم. ما میخوایم تنها چیش نشان بده، مثلا یک کالم شر میگیرم، میگم کالم اولی رو برمو بگیر. حالا برمو نشان میده که 50 دن هست. به شکل هم میتونیم انجام بیتیم بعضی چیزها را. بعضی فانکشن های ریاضی رو میتونیم در آر انجام بیتیم، مثل absolute value که باید اینا رو شما بگرند داشته باشین. مثلا implement sum of mat functions، مثلا abs که است absolute value رو میگیره، absolute value مثلا ده چه هستن؟ ده هستن. مثلا absolute value منفی ده هم باید ده باشه، چون ابسولوت منفی شده نمیتونه، ده هست. و شما لگاریتم اگه استفاده کنین، مثلا لگاریتم ده به قاعده ده چند هستن؟ از ریاضی شاید یاد شما بیا یک هستن. لگاریتم ده بیسش میگم، اینجا انتخاب میکنیم بیس مساوی ده یک هستن. میتونه شما مثلا 100 بگیرین، فکر میکنم لگاریتم ده نه بیسش لگاریتم 100، لگاریتم 100 به قاعده ده مثلا دو هست. به این شکل میتونیم get لگاریتم تا اینجا میریم. و اکسپوننشیل، اکسپوننشیل که هسته شما مثلا چی را باید در بفهمین در ریاضی بخونین. اکسپوننشیل توان میگه، مثلا هرچی توان اضافه شده، دو به توان دو، دو به توان سه، مثلا دو به توان چهار، پنج، شش، شش. اکسپوننشیل مثلا مثل چی بری که هر دفعه ضرب میشه با هم اضافه شده میره، مثلا میگه اکسپوننشیل گروت، یعنی رشد بسیار چشمگیر. اکسپوننشیل به اون شکل دازو میتونه اکسپوننشیل اکس پی مثلا صد بگیره. به این شکل برای شما چی میکنن؟ یک عدد بگیرد میکنن. اسکیورتی چی هستن؟ جذر هستن. اسکوئر روت، اسکوئر روت اسکیورتی جذر میگیرن. مثلا اینجا بر شما نوشتم میکنم جذر در فارسی. جذر یک عدد را بگیرید. میتونین بگیم که اسکورتی یک دقیقه جذر نو، جذر مربع نو چند است؟ سی هستن. ببینین برمودن سه به توان سه، دو دو قرار چی میشه خلاص بشه. این جذر مربع هستن. سکورتی فاکتوریال، فاکتوریال شما باید در ریاضی بفهمین. فاکتوریال مثلا میتونین فاکتوریال بگیرین. فاکتوریال اگر کسی میگه فاکتوریال ده به این شکل در ریاضی هیچی مفهوم میتونه. مفهوم از این است که مثلا فاکتوریال پنج باشه، بخاطر که پنج بار من کمی نوشته کنم. یک ضرب دو ضرب سه ضرب چهار ضرب پنج. مثلا یک ضرب دو دو، دو ضرب سه شش، شش چهار مو شش چهار بیست و چهار، بیست و چهار ضرب پنج، پنج چهار مو بیست، پنج چهار نه پنج بیست مو صد، پنج چهار بیست یک صد بیست. یعنی پنج فاکتوریال باید چی شود؟ یک صد بیست شود. مثلا ما اگر فاکتوریال عدد پنج بگیریم، فاکتوریال
فرنج یعنی اکسد بیست. به این شکل برای ریاضی ها که اینا رو استفاده کنن باید شما بگراند ریاضی داشته باشین، یعنی محدود به این چیزا نمیشه، شما خیلی فانکشن های دیگه میتونین استفاده کنین. خب استاتیستیکال فانکشن، فانکشن های محاسبتی مثل مینی یک عدد، مین، میدین، واریانس، استاندارد دیویشن، اسکیل، کوانتایل، اینا رو میتونین استفاده کنین به این شکل. مثلا حتی که دگ اساین کنین دگ وریبل مثلا نام بیتین واریانس دو و کوشش کنین که نامش یونیک باشه، که مثلا اگر در صورت به شکل پیشنهاد کرد بگوین که مثلا این فانکشن قبل از قبل وجود داره، شما اگر میخواین به یک چیز نام بیتین نامش باید یعنی قسمی باشه که پیش از این دگ جای دیگه داداشته نباشه. مثلا ما چی رو میگیریم؟ مینی یک عدد میگیریم، مثلا عدد یک وکتور است به نام x و چند عدد داره؟ مومنت یک دو سه چهار. خب اگر ما مین زیر بگیریم اینا رو میگیره جمع تعدادش میکنه، مثلا هر کدامش جمع تعداد تقسیم تعدادش که مثلا یک اشاره چند میشه فکر میکنم. مین مثلا x از زیر بگیریم، حالا اگه ما یه پرینت کنیم جمع میکنم مثلا یک جمع دو سه سه و سه شش ده، نمیفهمم ده باز چی میگیرن. البته مین از این ماینس اطمان کنم اشتباه انجام دادیم، میدن به نباید منفی شد. خب بر صورت این رو نمیفهم چرا منفی میشه، ولی مطمئنن اشتباه کرده به خاطر که میدین و چیزای دیگه مین به شکل دیگه ای کار میکنه، یعنی حدی وسط یک چیزه که ما شما در ریاضی مفهوم میتونن بگیرن. خب اصل مهم یسته که ما میخواییم که یک فانکشن ایجاد کنیم. مثلا فانکشن اگه بخواییم ایجاد کنیم به چه شکل؟ ما داریم یک چی؟ یک دیتا داریم. برفرض فکر کنم چیکار میکنیم؟ مثلا باش اینجا از فانکشن بعدی رایدر فانکشن، یعنی درس اصلی از ماست. این فانکشن های هستن که قبلا استفاده شده بود، نیاز ندارن استفاده کنن، نمونه هایش بدن. ما فانکشن ایجاد میکنیم که مثلا چندین آرگومنت داشته باشه، یعنی آرگومنت که چندین در مجموع وریبل داشته باشه در بادی خود. به این شکلی یک فقط تشریش هست که ما نمگذاری میکنیم، فانکشن استفاده میکنیم، آرگومنت میتیم و اینجا بعضی وریبل هایی که باید کار یک انجام میدیم. مثلا ما یک فانکشن انجام میدیم، یک فانکشن جور میکنیم که مربی یک عدد بگیرم به این شکل. مثلا ما میریم بگیم که construct a function. خب میریم میگیم که مربع، ده فرصی نوشتم مربع. حالا اگه فانکشن جور کنیم باید بگیم که چی فانکشن استفاده کنیم، کلمه فانکشن. حالا می آرگومنت ما، آرگومنت که مثلا میگم آرگومنت ما چی هستن؟ این هستن. حالا بادیش می قوس کرلی براکت باز میکنیم و در اینجاست که شما مثلا اصلی کار خود نوشته میکنین، یعنی هر فانکشن که نوشته میکنین متشکل از این فعالیت هاشتن. شما میتونین که اینجا یک معلومات هم بیتین که بعدا اگر کسی از هلپ استفاده کردن میتونین که ببینن مثلا compute the square of integer یعنی n، هر چیزی که شما داخل وارد از کنین یعنی n چیکار میکنیم؟ میرم میگم که n به توانی دو، و من اینجا ببینم که از کجا مثلا n به توانی دو
ما این منظورش از این هستن، اما این هر چیزی که آمد به جای این او را به توان دو کنیم. خب حالا فانکشن خود بسته میکنیم، فقط یک کلمه بسیار ساده نوشته کردیم فانکشن. حالا فانکشن ما وجود داره اینجا برای شما، اگه ببینید باید موجود باشه این فانکشنز. حالا میریم بگیم که مربع باید بر ما پیشنهاد کنه. آه من اشتباه کردم، آه مربع اوتومات بر ما میان. حالا مربع چند، مثلا در جای n ما میتونیم بگیم نو نو به توان دو چند میشن؟ نو نو 81. ببینین اینجا بر ما 81 آمدن. شما از این فانکشن استفاده میتونین، این دایم مثلا بازم بگیرین این عددش تغییر بدین، بگین که دو به توان دو چند میشن؟ 4 میشه. یعنی از این فانکشن استفاده کنن، کار شما را چی میکنن؟ ساده میکنن. دیگه میتونه که چی باشه؟ خیلی پیچیده باشه، مثلا ضرب 3 باشه فانکشن شما. ببخشید به شکل. حالا اگه این استفاده کنین مثلا دو به توان دو چند میشه؟ 4. 4 ضرب 3 12. یا مثلا ادامه زیر نوشته کنین به شکل. و اگر در صورت مثلا شما برفرض فکر کنین یک گلوبال انوایرمنت داریم، فکر کنین کامپیوترم استارت شدن، در آر یک لوکال انوایرمنت، شما این چی که هستن در مجموع فکر می‌کنید لوکال چی هستن؟ لوکال انوایرمنت هست. این هستن مثلا گلوبال انوایرمنت. برای ما چی کردن؟ اینجا مشخص کردن an our environment is collection of objective function variable به شکل. We can list it. مثلا اگر در صورت بخوایی که ببینید چیزا در اینجا موجود هست، میتونید که از فانکشن environment check برن بگیم ls list کنن بر ما چی را environment، و اینجا برای ما نشان میده کدام دیتا است، دیتا فریم است و بعض چیزای دیگه اینا هستن. یا رو نشان میدن در حقیقت یعنی در انوارمنت یا محیط ما اینجا وجود دارن این دیتا هایی که اینجا هستن با فانکشن، فانکشن مربع اینجا وجود داره که اینجا دمی کار اینجا کردن. You can see all the variables function created in our global environment. این انوارمنت یا محیطی که ما اینجا کار میکنیم گلوبل هستن. وقتی ما و شما فانکشن ایجاد میکنیم چی هستن؟ لوکال انوارمنت هستن. مثلا شما یک فانکشن جدید ایجاد میکنین، میگین فانکشن جدید نامگذاری میکنین. حالا باید اینجا فانکشن نوشته کنین. فانکشن که نوشته کنین بگیم که m ای آرگومنت هستن و بادیش به چه شکل قوسی کرلی براکت باز میکنین اینجا نوشته میکنین. میگیم که یک ما عدد ثابت داریم، در داخل از این عدد ثابت مشخص میکنیم، عدد ثابت ما مثلا 4 هستن. و کار بعدی که میکنیم میگیم که باید چی شون اسکوار تی، یعنی جذر هر عددی که ام هست بگیرن، یعنی امی که منظورش که هر عددی که وارد میکنیم ضرب جمع 4 کنن، مثلا جمع وای. حالا فانکشن ما به این شکل هستن، فانکشن جور شدن write new function to test the local versus global environment. خب حالا ما این را ایجاد کردیم. ما اگر در صورت بخواهیم که فانکشن جدید استفاده کنیم، فن جدید میرم یک عدد میدیم، میگیم عدد ما 3 نو میدیم. نو حالا برای ما ببینین جذر مربع نو 3 هست، 3 جمع 4 چند میشه؟ 7 میشه، اوتومات برای ما آمده. و اگه شما بخواین عدد وای چون اساین کردیم یعنی علامه را استفاده کردیم بیرون بخواین، مثلا در اینجا بخواین ببینین یا اینجا بخواین پرینت کنین، اگه وای بگیرین میگه why is not found. به خاطر چی؟ به خاطر که هر چیزی که در داخل فانکشن
ایجاد شود و اون دخه یعنی در بیرون در اینجا سیف نمیشه. شما میتونید به خاطر اگه این دائم باشه میتونید که رو در بیرون از فانکشن نوشته کنید و در داخل فانکشن هم کال کنید نش استفاده کنید. اینجا استفاده کنید در اینجا میشه. مثلا حالا اینجا وارد میکنم سایک اوتومات اوتومات وای چار. حالا شما اگر فانکشن هم استفاده کنید هفت میشه چون مستقیم از اینجا میگیره و در محیط ما اینجا هستن. این اینجا مثلا چار دیده میتونید. ولی اگر نیاز ندارین بگذارین در داخل فانکشن. این تفاوت local and global environment بودن. local در داخل فانکشن هستن محیطش و global به شکل. این موضوعات هستن که در اینجا تشریح ده. when we should write a function. ما کدام وقت فانکشن نیاز داریم؟ وقتی که مثلا خیلی ما کارهای چی میکنیم؟ کارهایی که قرار است چندین دفعه انجام شده و خلاصه بعد از خود نیاز میشه که روزها رو ما بشینیم کار یعنی یک کارم repetitively یعنی دوره‌ای انجام بدیم. به اون خاطر ما فانکشن نیاز داریم. مثلا اگه در صورتی ما بخوایم که این کار انجام بدیم برفرض اینجا که نمونه داده ولی ما به خاطر از این نمونه مثلا ما میتونیم که چی استفاده کنیم. برفرض نمونه ریموت سنسینگ برش ما بدیم. مثلا construct remote sensing based function. حالا مهم نیست بخاطر کارهای ریموت سنسینگ ما پیش از اینکه بریم دیتای خود وارد میکنیم میریم میگیم که دیتا را اگر بخوایم عمومی وارد کنیم و میریم میگیم که چی هستن break path یعنی آدرس از او آدرس فولدر دیتایی که ما داخلش داشتیم آدرس فولدر اینجا هستن و این را باید به شکل backslash forward slash شروع کنیم به شکل و این آدرس فولدر ما هستن این را انتر میکنم اوتومات بر من اضافه میشه. ما میخوایم کل دیتا رو یک رایی چی کنیم بخونیم. بریم بگیم که حالا تمام دیتا رو یک جای بگیریم files new بریم بگیم که list.files تمام دیتا ها رو لیست که بریم و پتایش رو بگیر از کجا از پت بریم بگیم پت و پترنش چی هستن؟ پترنشان میگیم که dot tif هستن. هرچی با dot tif بود بر ما بیارن. فایل نیم حالا اگه پرینت کنیم تمام دیتای ما از بند اول تا بند هفتم بر ما چی شدن؟ اینجا آمدن. خب بخاطر از ایک چی شوه ایره حالا تمام شد داره فایل نیمز ما تمام دیتایش را استک میکنیم یعنی بنده ها را وارد میکنیم تو اینجا ما فقط هم فولدر را چی گرفتیم دیتا میرم میگیم که استک فایل نیمز به این شکل نام داده خیلی است. ببخشید بریک باید باشه. به یک دقیقه میبینیم که چی شده. خب بر صورت من اینجا چی شده دیر شده این استفاده نکرده بودم. ما برازی که چی هست حالا ما بنده رو جدا جدا چی میکنم وارد میکنم چون بعضی فانکشن هایش رو از یادم رفته بند اول رو میگیرم مثلا وارد میکنم از همین فایلز هرچه هست میگم که مومنت از طرف رستر
Ve dört tif. Başım. Ma ben adres failim bitim. Berezik payda okunan. Ya unca direktörü kınım yiyecektim. Birbirin karkadan. Hala iyi bakşa çıkının disregard kınım. Ma ben şuma delet mi kınım. Ma fakat mekham cüda cüda varit kınım. Ben de aval. Kopi mekinim. Mekzarım mekinim. Ben de du fakat nabaşlar bitin. Çünkü numayış muhtelif. Muhtelif nesan internet mesela ben de sevum mesela internet serinci takip eden ve ben bir şekil ben de çorum ben şekil çorumu var etkinin ve ben de pancum ben şekil panca var etkinin ve ben de şaşum Beyşekil şaşımı var etkinin. Ve der nihayet ben de haftum var etkinin. Ben mobilin hemen bende o izofaştan hala kulli geçir mitenim mesela. İster kunim ya iyi ki cüda cüda başım. Mesela detoy maçı hastan sentinel lanse de hastan. از اینکه ما بخوایم که همیشه یک فانکشن داشته باشیم که اندیگه های استخراج کنه ما میریم بگیم که چی باشن NDVI اول سرچ میکنیم که کدوم بانده ها به خاطر چی کانستراکت کردن ایده یا جور کردن NDVI در لنسد 8 استفاده میشه اینجا برای ما میگه لنسد 8 بند 5 منفی 4 بند 5 مثبت 4 ایره نورمالایز هستن ما میریم مثلا ایره میتونیم بگیم که یک فانکشن ایجاد کنیم نامش NDVI باشه NDVI فانکشن و بعد از اینکه ما جور کنیم بعد از فانکشن استفاده کنیم بعد از این بگیم که چی باشه دیتا وقتی که دیتا ما وارد میشه یک دقیقه وقت دیتای ما وارد میشه در صورتی مثلا چی باشه بگیم که بند دیتا یک میریم بگیم که چی باشه دیتا پنجم باشه یعنی نمبر پنج باشه و اینجا نوشته میکنم مثلا دیتا یک یا هر نام گذاشتم و دیتای دوی ما میگیم که همین دیتایی که وارد میکنیم دیتا چهارم باشه چون یک لیست است بعدا وقتی که ما NDVI کانستراکت میکنیم بعد NDVI به این شکل باشه NDVI به خاطر قوس باز دیتای یک ما باند پنجم است دیتای یک منفی دیتای دو همیشه تقسیم دیتای یک که همون بند پنجم است در منفی دیتای چی؟ دیتای دو در حقیقت حالا ما یک فانکشن داریم یا فانکشن به نام NDVI داریم که ما اگر در صورتی کدام چی را رسته رو بیدیم برای ما NDVI میگیره اوتومات پیش از او ما باید چی کنیم یعنی استک کنیم تمام دیتای بند ها را All data میتونیم
نامگذاری کنین استک این با هم یک جای میکنه کلی بنده حالا جدا جدا هستن استک میگم بند یک بند دو بند سه بند چهار و بند پنج بند شش ما دیگه کدام بند داریم؟ بند هفت داریم همیشه استک میکنه ولی بر ما استک شدن با هم یک جا شدن اینجا حال دیتا اضافه شدن متوجه باشن که اکستنت از یا با هم یک رقم باشه غیر از صورت قبول نمیکنه define the NDUI function حالا میریم بگیم که apply the NDUI function میریم بگیم که NDUI NDUI function well اینجا چون دیتا رو گفتم اوتوماتیک میان بر ما دیتا ما کدام هستن؟ all دیتا هستن شما میتونید گیره وارد کنین ببینین حالا بر ما چی میکنن؟ محاسبه میکنن ببینین بر ما حالا شما اگر پرین کنین دقیقا خب من اینجا اگه اشتباه کردم من یک تخصیل بشم بباشید من اینجا اشتباه خود پیدا کردم چون لیستی که ما اینجا ساختیم دیتای ما چه هستن؟ اری هستن یعنی نوعیت از یه اری هستن ما شما با یک سکور برکت نمیتونیم که یه چی کنیم اندکس کنیم برای از این که باید بفهمید من انجام دادم مثلا شما all data را بگیرین در اینجا یک نوشته کنین انتر کنین مثلا به این شکل data بر شما چی میکنن یعنی مورد بیرون میته تمام مثلا فقط ناماره اگر شما بیرون بگی خود تصاویر را بخواین all data و دو تا چی داشته باشین بر شما فقط چی هستن یعنی رسترها را چی میکنن بیرون میدن رستر اول بر ما چی دادن بیرون دادن به این شکل چون این اره هستن و شما باید به این شکل استفاده کنن شاید حالا بگین که چرا این قبل آمادگی نگرفتن بر ما نگفتن شما باید خوش باشین به خاطر از اگر در صورت تازه شروع کردن که با این ایرو را سر میخورن یعنی در جریان کاری که شما میکنین حتما باید یک جایی از ایرو را سر بخورین و رو سرچ کنین پیدا کنین ای بر شما خوب هستن که بفهمین که بعضی هم خود چی اتفاق خود میفته حالا ای را بین دو تا براکت میگذاریم به این شکل فنکشن را سر انجام میتیم و حالا این دیوهای دوباره کلکولیت میکنیم امیدوارم که دفعه انجام دیم خب ای را پرینت میکنیم فکر میکنم شدم حالا بر ما انجام شدن رستر هستن مثل سابق نیستن پلات میکنیم پلات NDVI ما بسیار شکل خیره مدن چون تصویرمون خوب نیستن ولی در حقیقت کار دادن انجام شدن این درس امروزی می بودن بر درس بعدی انشاءالله روی از این فانکشن زیاد کار میکنیم که چطور بتونیم چندین فانکشن یک جای کنیم و به اضافه از او فنکشن رای با کندشن بنویسیم روزی خوب و خوش داشته باشید.